چیزی نگو، من دیگه عادت کردم. از وقتی یاسمین گم شده همش اینجوریه. نمیدونم عقلم سر جاشه یا نه، ولی هیچ وقت ازش عصبانی نمیشم، چون حق داره. من یاسمین رو گم کردم. من بیشتر از این ناراحتم که نتونستم غمشو از یاد ببرم. میدونم به خاطر همینه که دست به هر کاری میزنی سرهنگ توی کن. این از عذاب جهنم هم بدتره، درکت میکنم، اما بدون با این تلاش یاسمین رو پیدا میکنی سرهنگ، من مطمئنم. با همین امید تا حالا به زندگی ادامه دادم. ممنون. صبور باش سرهنگ دایگو، شاید امروز همون روز باشه. اومد. بدون این که شک کنه بریم تو ماشین. دنبال بچه ها اومده. فرهاد تقریبا شروع میکنیم، آماده باش. دریافت شد جناب سرهنگ، آماده باش. آره آتیش پره. خب چطوره؟ نون شکلاتی خوب شده یوسف؟ خیلی خوب شده، ولی کم بود. ای کاش یکم بیشتر بود. تو بخور، خواستی من بازم برات درست میکنم؟ بود. چون من خیلی دلم تنگ شده. آدم دلتنگ هر کسی نمیشه آتش بره. در واقع دلتنگ کسی میشه که براش ارزش داره. یعنی چی؟ یعنی اگه اون شخص تو رو دوست داشته باشه و خاطرات خوب برات گذاشته باشه، تو هم دلت براش تنگ میشه. به خاطر خاطراتی که با مامانم دارم الان دل تنگشم. عمو میدونی من و مامانم شبا بیدار میشدیم نون شکلاتی میخوردیم. عمو چنگیز همش تعجب میکرد چرا شکلات تموم شده. خاله با تو هم شبا بخورم؟ چی شد؟ چرا میخندی؟ هیچی، به اشتهات خندیدم خاله جون. وایسا اینجا شکلاتی شده، بذار پاکش کنم. مامانم هم میخندید. خاله مال تو هم شده. جدی؟ کجا؟ نشون بده پاک کنم. اینجا. پس منم مثل تو شکمو هم؟ نه نرفت.
اینجاست. کجاست؟ روی لبت، این گوشی. آره آتش بره، شکلات پر شد. چیزه، حواسمون پرت شد. اما تو همون خور دیگه خوشمزه است. یا نخور، بذار برای من بمونه، همشو میخورم. باشه. مامان، تو هیچی نخوردی؟ نه پسرم، اصلا اشتها ندارم. نمیشه، بعدن ضعیف میشی. اینطوری نمیشه. وایسا، من الان برات لقمه میگیرم. وایسا مامان جون، از این یکم بخوری، خیلی برات فایده داره مامان جون. باشه باشه، بذار بعدن برمیدارم. باشه مامان. ذهنم همش درگیر برادرت زیا. ببین پسرم، اون حتی یه شانس کوچیکم به هم نمیده. رسمن مثل دیواره. با من خیلی دشمن شده. من باید برم و از دلش در بیارم عزیزم. ولی نمیدونم چطوری. من نمیتونم دخالت کنم مامان. من نمیتونم این کارو بکنم. یامان مثل من نیست. اون فراموش نمیکنه، به راحتی نمیبخشه. ولی تو هم زیادی بهش فشار نیار. ناراحت میشه. یکم صبر کن. تو ناراحت نباش. تو هم ناراحت نباش. کسی ناراحت نباشه. آرامش هیچ کس به هم نریزه. بس دیگه، کافیه. آه بیا بیا با هم بریم اون گلا رو ببینیم مامان. میدونی من اون گلا رو واسه تو کاشتم مامان جون، باید ببینی، خیلی قشنگه. زود باش. نه عزیزم، من نمیام. کاری توی آشپزخونه منو خسته کرده. یکم استراحت کن. باشه باشه مامان جون، پس تو استراحت کن، منم میرم به گلام آب بدم. باشه. نمیتونه بیاد بینمون. اگه میومدی خب به یه دردی میخوردی دیگه، آدم مزخرف. میدونم که اینجا به دردم میخوره. فرهاد، ما اونو تحت نظر داریم. شما عقب بمونید، جلب توجه نکنید. چشم جناب سرهنگ. بریم تو، حسابشونو برسیم. نه نه، صبر کن، عجله نکن، نیروی کمکی داره میاد. مردی که عوضی.
مرتی که عوضی همتون لنگه هم. جناب سرهنگ نیروی کمکی داره میاد. باشه، ممنون. خیلی باید دقت کنیم. به بچه هام نباید صدمه‌ای برسه. وقتی اکیپ اومد به اونام بگیم. اطاعت سرهنگ. ولی خیلی عرق کردی خاله جون، اگه لباستو عوض نکنی مریضیت زیاد میشه. میدونی دوستم وقتی مریض شده مامان بزرگش براش دارو دادی. لازم باشه من تو رو میبرم دکتر، بدون نسخه دکتر من نمیتونم بهت دارو بدم. باشه یالا بیا بریم لباستو عوض کنیم. زود باش بود. مجبور شدی تصمیمای خیلی سختی بگیری، تصمیمایی که اجرا کردن زیاد راحت نیست. این کار باید انجام میشد. الان وظیفه‌م اینه که خانواده‌ام از شر بدیم محافظت کنم. برای همین باید جلوی خشممو بگیرم. من باید بهشون کمک کنم، هواشون رو داشته باشم. یه حسی تو درونم چنگیز، میخوام هر لحظه هر ثانیه‌ام اونا از سایه سیاه اون حفظ کنم. گذاشتم اون آتیش زد و رفت. نمیتونم اجازه بدم امروز رو از ما بگیره. خشمم نسبت به اون نباید خونه بودم ازم دور کنه. دیگه اجازه نمیدم تاریکی اون خونه ما رو تاریک کنه. مطمئنم بهترین کار رو میکنه. ببوش. امروز تو مدرسه چی کار کردن؟ نمیدونم، از معلمت میپرسیم. با ملکه نشد برقصم. تو تمرین بعدی جبران میکنی. باشه، نگران نباش. خاله؟ بله خاله جون. ما با هم میرقصیم؟ آره. نمیشه همیشه برقصیم؟ آخه فقط باید تو روزای خاص برقصیم. Sen kalbime hem yara hem de ilaç oldun aslında. Gözlerin bana dokunduğunda yanmadığım kadar. Thank you.
چیزه؟ آره، معمولا تو روزای خاص میرقصن. ای کاش میشد در روزای معمولی هم رقصید، ولی خب زیاد فرصت نمی کنیم. ای کاش روز خاص بود، منم با ملکه میرقصیدم. شما با عمو میرقصیدین، راست نمیگم خیلی؟ آره درست میگی. تو هم بده. آفری. تو هم بده. بده ببینم. فقط همینقدر. همینقدر داداش. به هم دروغ نگو وگرنه بد میبینی. قسم میخورم همینقدر. خفه شو احمق، خفه شو. این چیه؟ این چیه؟ ها این چیه؟ تو که پول نداشتی. اینا رو از کجا آوردی؟ پلیس از جاتون تکون نخوری. بستا بچه رو ول کن. نزدیک نیا. بچه رو ول کن. نزدیک نشین وگرنه میکشمش. بستا گفتم بچه رو ول کن. بستا فرار نکن. خدا ولم کن. تو یاسمینی؟ دستاتو ببر بالا. بهت که گفتم نمیتونی فرار کنی. من هیچ کاری نکردم. خواهش میکنم ولم کن. من هیچ کاری نکردم. یاسمین تو خواهر دویگویی؟ نه من دویگو رو نمیشناسم. چطور؟ لکه مادرزادی؟ لکه نیست. تو یاسمین نیستی. بریم. برو عزیزم. سرهنگ علی کجاست؟ هنوزم اون توی سرهنگ. پس من میرم دوباره ببینم. نمیخواد بری. کسی اون تو نیست. خیلی خوب شد همه یه بچه ها رو نجات دادیم. نه
بفرمایید. شما حالتون خوبه؟ خوبم خوبم، فقط یکم سرفه میکنم. خسته به نظر میرسی. شما که چیزی نخوردی؟ میگم خوبم، در واقع اصلا حالم خوب نیست. از وقتی اومدم گریه میکنم، دست خودم نیست. وقتی رفتار یمان یادم میاد خیلی ناراحت میشم. در ضمن از اینکه این همه سال اذیتش کردم خیلی خیلی ناراحت میشم. وقتی میبینم واسه درست کردنش کاری ازم بر نمیاد بیچاره میمونم، میدونی؟ و تازه خیلی وقت کمی دارم، یعنی اگه بهم شانسی نده نمیتونم کاری بکنم منو ببخشه. دخترم، من به یه فرصت نیاز دارم که بتونم دل یمانو به دست بیارم. اگه تو بهم کمک کنی شاید این شانس وجود داشته باشه. من اصلا تو این موضوع دخالت نمی کنم، چون به شما حق نمیدم. نمیتونم کارای گذاشتتون رو درک کنم. دردی که به یمان دادی یادگار دوران بچگیش. میدونین بچگی یعنی چی؟ معصومیت و همیشه نیازمند. اون وقتی بچه بود خیلی بهش درد دادی، واسه همین مجبور شد کل زندگیشو به جنگ و مبارزه کنی. الانم فقط به خاطر داداشتی ها اومدین و تو این خونه میمونی. بهتر اینو فراموش نکنی. اگه یادتون بره و بازم کاری کنین که یمان ناراحت بشه، اول من مقابل شما میستم. با اجازتون. حالت خوبه؟ نکنه اتفاقی افتاده؟ نه، کاملا خوبه، اما حواسم پرت بود. یوسف حالش خوبه؟ کاملا خوبه، لباسش عوض کردم. پس دیگه مانعی واسه بیرون رفتنمون نیست. حاضر شو، یالا. کجا میری؟ برات یه سورپرایز دارم. باشه، الان حاضر میشم. لباسی که برات تازه خریدم رو بپوش. ولی اون لباس یکم چیزی. مرتی که بیشرف، خدا میدونه چند وقت بچه ها رو اینجا نگه داشته. باید همشون رو انداخت زندان. همشون رو. سرهنگ علی، چی شده؟ چرا ناراحتی؟ دستگیرش کردیم دیگه، مشکل چیه؟ هیچی. در واقع صدای چی بود؟ کی اونجا است؟
بیا عزیزم، بیا. نمیشه که همش تو اتاق بمونی مامان جون، باید بیای بیرون تا حالا هوات عوض شه و از تنهایی در بیای. الان میریم رو تراس با هم میشینیم، به نسلیانم میگیم برامون آب پرتقال بیاره. ماشینتون آماده است. خیلی ممنون چنگیز. پس یعنی خیلی بهتون خوش میگذره. همینطوره. اصلا به من اهمیت نمیدین. آره؟ مامان، سهر خیلی دختر خوشگلیه مگه نه؟ یالا بریم، یالا زود باش ببریم، بریم. کجال، اوضاع چطوره؟ کارا شروع شد یا نه؟ آره سرهنگ، بچه ها رو دارن آزمایش میکنن. اون مردم بازداشت کردیم که بازجویی بشه. فقط مهمون کوچولومون مونده که اطلاعاتشو به خدمات اجتماعی دادیم. سلام، اسم چیه؟ ببین اینجا کلانتریه، در امانی، اصلا نترس. باشه، کپی بفرمایی. سرهنگ، واسه مهمونمون بیسکویت بیار، از اون خوشمزه هاش. شاید مهمونمون گرسنه شده باشه. رو چشم الان میرم. نترس، همشون واسه محافظت از بچه هاست عزیزم. اونم داداش خوبیه، بچه ها رو خیلی دوست داره. ببین، اسمشو فهمیدی؟ نه.
اصلاً هیچی نمیگه. تا وقتی مشخص بشه کیه، باید تحویل خدمات اجتماعی داده بشه. دویگو بخیر، ما از خدمات اجتماعی اومدیم، یه بچه با هویت نامشخص پیدا کردیم. خوش اومدید. سلام، میشه یه بستنی توت فرنگی و پسته ای بدید؟ البته دختر. سرهنگلی، من مسئولیتش رو قبول میکنم. تا وقتی مامانش پیدا بشه پیش من میمونه، یعنی این کوچولو مهمونه ما باشه. نگران نباش، من باهاتم. چرا اومدیم اینجا؟ بهت گفتم سورپرایزه، ولی چیز خاصی نیست که تعجب کنی. چطور یعنی؟ یعنی فشفشه و آتش بازی نیست. منتظر یه چیز بزرگ نباش. فقط منم و توی. یعنی میخوای چی کار کنی؟ Yeah.
امروز به یوسف گفتی تو روزای خاص انسان ها با هم میرخصن. منم فکر کردم که هر روزی رو که من با تو میگذرونم واسه من خاصه. بیا با هم برخصیم. تو واقعا انتظارشو نداشته. بیشتر از این نمیتونستی متعجبم کنی. تو چی؟ از سورپرایز خوشت میاد؟ تا امروز هیچ کس به غیر از زندگی سورپرایزم نکرده. همه سورپرایزهای زندگی من بد بوده، ولی تو بهترین و قشنگترین سورپرایز زندگی می. مثلا میخوای اینطوری منو مجازات کنی؟ آره؟ یعنی منو نادیده میگیری و به هم اهمیت نمیدی، درسته؟ بعدش من اینطوری به سزای اعمالم میرسم؟ تو منو خیلی دست کم گرفتی یامان، خیلی. اگه من جانانم از این به بعد اجازه این کارو بهت نمیدم اصلا. از اینو خورده بودم، فقط بیهوشم کرده بود. اگه بیشتر بخورم چی میشه ها؟ ببینم وقتی ترس از دست دادن مامان تو که نادیدش میگیری رو تجربه کنی چی کار میکنی؟ بذار ببینم بازم میتونی اینطوری با غرور رفتار کنی یا نه.
بهت نشون میدم یامان. به وجود من تو اینجا اهمیت ندادی. تو رو با نبودنم ادب میکنم. اینو خودت خواستی. خودت.